نعمت الله نصیری متولد 1289 ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی و سومین رئیس ساواک. نصیری فرماندهی هنگ یکی از لشکر گارد شاهنشاهی و فرماندهی گارد سلطنتی را بر عهده داشت. او در زمان کودتای 28 مرداد محاصره خانه محمد مصدق و ابلاغ فرمان شاه مبنی بر عزل وی از نخست وزیری را بر عهده داشت. در سال 1350 همزمان با جشن‌های 2500 ساله به درجه ارتش بودی ارتقا پیدا کرد. نصیری بیش از 13 سال ریاست ساواک را بر عهده داشت. در دوران مدیریت وی بر ساواک کمیته مشترک ضد خرابکاری شکل گرفت که برای هماهنگ کردن اقدامات امنیتی ساواک، ارتش و شهربانی تشکیل شده بود. وی پس از انقلاب 57 علیرغم مخالفت دولت موقت مهدی بازرگان در جریان دادگاه انقلاب به ریاست خلخالی به جرم محاربه با خدا و افساد فی الارض و شرکت مستقیم در کشتار مردم در پشت بام مدرسه رفاه اعدام گردید.